در برنامه هفته گذشته اکبر گنجی درباره اعتراضهای بسیاری از فرماندهان عملیاتی سپاه در دوران جنگ ایران و عراق گفت که برخلاف اون که مسئولان دیروز و امروز سپاه و غیر سپاه میگویند این اعتراضها ریشه ای قبلتر از سال 63 که نواره جلسه فرماندهان عملیاتی آشکار میکند دارد و اعتراض اصلی به نحوه حاکم کردن جناهی در سپاه بود امروز در بخش دوم و آخر این گفتگو به این موضوع پردازیم که اون جناحی که در پی قبض کردن قدرت بود از چه زمانی برای اون طرح و برنامه بود و آیا موفق شد قدرت خود را تثبیت کند و برنامه امروز و آینده آن چیست آقای اکبر گنجی به بخش دوم این گفتگو در برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید در بخش اول گفتگو اون آقای گنجی درباره علت این اعتراض های بخشی از فرماندهان عملیاتی سپاه صحبت کردیم و گفتیم که به حال اینها چی میخواستند در اون مقطع ولی تمام این اعتراض ها راه به جایی نبرد و با اه اه یک تشریح آقای خمینی که شما اشاره کردید در بخش اول بر حال اعتراض ها تموم شد گفته بود که اگه تمومش نکنید برخورد شدیدتری باشه ما خواهد شد در اون صحبت های آقای خمینی آیا با کسی برخورد شدید شد یا اینکه همه داوطلبانه کنار رفتن خب ببینید اینا که قصدشون اعدام ما بود ما تو دیداری که با آیت الله ای داشتیم که دادستان کل کشور بود گفت دادستان یه سپاه درخواست کرده به دلیل شورش در زمان جنگ اینا باید اعدام بشن و میگفت من بهشون گفتم این حرفا چیه میزنید و اینا بچه های خودمون هستن و مسئله دارن خب آقای منتظری و نمانده های مجلس هم پشت ما بودن لذا چیز نشد ولی هاشمی هم تو خاطراتش نوشته که فرمانده سپاه اومدن پیش ما و خواستار برخورد سخت و مجازات شدید اینا شدن خب اون دوستان ما که آقای رستگار و بهمنی و یه سری از ها دیگه ما بعد از اینکه دوزدوزانی از پیش خامنه ای اومد به ما گفتش که امام گفته قطش کنید و خیلی متکبرانه نشسته بود خامنه ای و از بالا من گفت بگو به این بچه ها بگو تمومش کنم وگرنه نه امام شدیدترین برخورد میکنه دیگه خب ما چیکار میتونستیم بکنیم تصمیم گرفتیم چیکار بکنیم خب دوستان ما گفتن ما میریم جپه و شهید میشیم و رفتن و شهید شدن و بعدم منم خب از سپا اومدم بیرون آقای کوچیک موسنی هم که خب پاشو تو همون نبرد دست داده بود و معلول جنگی هستن الان زنده هستن البته عمل اینا کردن داود کریمی هم که خب ورش داشته بودن و بعد شما میدونید رفت تو جپه با اینی که یه مدت رفت تراشکاری میکرد رفت تو جپه شیمیایی شدش و بعد چون طرفدار آقای منتظری بودش تو دوران رهبری آقای خامنی بازداشتش کردن و بدترین بلاها رو سر داوود کرمی آوردن که یه بار میگفتش که به خدا قسم اگر خودکشی تو اسلام حرام نشده بود من بارها تو مدت بازداشت با این کارهایی که اینو من کردم با این بلاهایی که سر من آوردن خودکشی میکردم بارها دارم. و این داود کریمی اون موقع میگن که بله اینا بچه های خودمون بودن من نمیتونم بگم سر بچه ها چه بلاهایی بودن فقط هم اینو نبودن بچه های دیگه هم بودن خیلی کسای دیگه بودن تو شهرهای مختلف اعتراض کردن جلوی اینا ایستادن زندان رفتن بازداشت شدن و رفتن جپه شهید شدن من نمیتونم بعضی توابیر رو به کار ببرم که واقعیت چی بود به خاطر اینکه خانواده های اینا احساساتشون جریه دار خواهد شد حالا حسین نجات که حالا جانشین فرماندهی قرارگاه سارالله شده در واکنش به فیلم کودتای خزنده گفته که خیلی از سپاهیان معترض فریب خورده بودند و وقتی فهمیدن که فریب خوردن بالاخره برگشتند ولی افرادی مثل اکبر گنجی که خود او هم عامل بیت منتظری و سید مهدی هاشمی بود همان فتنه انگیزه را ادامه دادند اولا آیا شما به عنوان عامل دفتر آقای منتظری و سید مهدی هاشمی در سپاه بودید و دوم اینکه بعد از این ماجرا بود در واقع که که الان توضیح دادید البته که برای شما میخواستن حکم اعدام صادر کنن حالا من هیچ موقع تو عمرم حتی یه بارم صد مهتی هاشمی رو و راستش هم که نظر خوبی راجب به صد هاشمی نداشتم همون موقع تو سپاه ولی ماها آیت الله منتظری رو دوست داشتیم علاقه داشتیم و همه دوستان اینطوری بود و مطلقا و عامل بیت آقای منتظری هم نبودیم ما آقای منتظری رو دوست داشتیم و یه شخصیت وارسته‌ای می‌دونستیم و میرفتیم باش ملاقات میکردیم خیلی خودمونی صحبت میکرد خیلی همین آقای منتظری که دیدید همین آقای منتظری و از همون اول آقای منتظری اعتراض داشتش روی شکنجه روی این چیزا ببینید موقعی که شهید کلادو زنده بود همون اول سپاه که مطرح بودش حتی برای فرماندهی سپاه خب از افسران رژیم شاه بودش که اومده بود تو سپاه من یه بار تو قم با آقای منتظری دیدار کردم آقای منتظری گفتش که همون اول انقلاب سال 50 گفت آقا اینا دارن تو شکنجه میکنن این کسانی رو که گرفتن اون موقع بحث زندانات تازه شده اول انقلاب بود من شاید کلودیز رو دیدم تو پادگان امام علی پادگان سعدآباد موقع بود اسمش بعد بعدا شد امام علی الان دیگه نمیدونم چه اسمی داره هنوز اسمو داره یا نه من اونجا شهید کلودیز دیدم گفتم آقا دارن شکنجه میکنن یاد رو گفت حالا یه جوون کوچولو 19 20 سالمون بود گفت بر چه اساس اینو میگی گفتم آیت الله منتظری گفت به کی گفته گفتم به خود من گفت و حتی محمد منتظری رو مسئول کرده به این مسئله رسیدگی کنه همون موقع هم آقای منتظری اول انقلاب یه تیم گذاشت که برن تو ها و به این مسئله رسیدگی بکنن یعنی یه آدم این تیپی بود آقای منتظری البته هر چقدر جناه راست استراتژیک فکر میکنه برای تسخیر قدرت در ایران و استراتژیک رفتن جلو قدرت گرفتن این ور اینجوری نبود حتی آقای منتظری آقای منتظری خب حساس بود به حقوق افراد به حق و ناس تو مجلس خب رهبری هم یادتونه دیگه تو اون مناظری که میشه سر شکنجه آقای مشکینی میگه آره یه نفر یه جای بم گذاشته یه کاری گذاشته خطرناک ما اینو دو تا سیلی بهش بزنیم آقای منتظری میگه نه اصلا نمیشه ما به هیچ بهانه‌ای نمیتونیم شکنجر قانونیش بکنیم و یه راه سیلی به هر بهونی باز کنید این دیگه تا آخرش میره خب این همچین آدمی بود دوست داشتنی بود به این دلایل کسی بنده آقای بیت آقای منتظری یا فلان نبود داود کریمی جزو چیز نبود داود کریمی خودش قبل از انقلاب گروه فجر اسلام داشت و یکی از اون هفت گروهی که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو ساختن با همین محسن رضایی اینا گروه داود کریمی بودش یکی از فرماندهان جنگ بود ولی اونم طرفدار آیت الله منتظری بودش و به خاطر همین طرفداری از آقای منتظری تبلیغ آقای منتظری گرفتن بردن زندان اون بله ها رو سرش آوردن ولی بچه ها باند آقای چیز بودن اون کسانی که صد متیاش و اینا خودشون تو گروه نهضت های سپا بودن و اتفاقا همین سردار نقدی چند روز پیش مصاحبه کرد راجع به سپاه قدس ازش پرسیدن گفت آره این سپاه قدس ادامه همون واحد نهزت هاست که سدمتی هاشمی منحرف ساخته بود یعنی همونو بعدان تبدیلش کردن به سپای قوز اونا خودشون افراد خودشونو داشتن گروه خودشونو داشتن جای خودشونو داشتن و اونا رو هم تصویه کردن کامل و بعدم که خب استدمتی هاشمی هم که خب اعدامش کردن و تو همون دادگاه های به همون شیوه ای که اینا داشتن دیگه دادگاه های هست که غیر بدون وکیل بدون چیز خب میدونید دیگه شکنجه و مکنجه و فیلم گرفتن و آوردن و دیگه اینا داستانش مستقل از این بحث ماست بله کاملا حالا آقای گنجو ممکنه بسیاری کسانی که از بیرون به این مسائل نگاه میکنن و مسائل داخل سپاه و غیره اینا ببینن که این در واقع یک جنگ قدرتیه که در حاکمیت جمهوری اسلامی تو خودتون هم گفتین از همون بعد انقلاب وجود داشت و ادامه پیدا کرده بود و این انعکاسش در داخل سپاه هم بود و این هیچ ربطی به مردم عادی کوچه خیابون هم نداره و نداشت شما جوابتون چیه به این؟ نه این کاملا به زندگی مردم رب داشت یعنی ببینید اولا میگه این افرادی که اومدن تو سپاه کی بودن مثلا همین داوود کریمی قبل از انقلاب جوشکار بوده بهمنی چی بوده تمام این افراد تک تک نگاه کنید چی بودن یعنی انقلاب که شد کل اون طبقه حاکمه رفت کنار و یه طبقه جدیدی افراد عادی اومدن بالا چند تا میگه از خارج کشور اومده بودن همه از این طبقه محروم اقشار اجتماعی خودم مال کوی نهم آبان و سیزده آبان بودن یه پدرم یه دونه کارگر ساده بودش تمام این افراد اینجوری بودن یعنی اینطوری نبوده همه یا تو جنگ که چندین میلیون نیرو بسید شد و تو جیپا رفت جنگیدن اینا سرنوشت اینا بودن موقعی که بچه ها ناراحت می شدن و خود اینا اینا رو نقل کردن خیلی از فرماندان سپا گفتن و تو خاطرات ها هستش بچه ها که آقا یه دفعه مثلا اینا حمله میکنن و چند هزار آدم کشته میشه و اعتراض میکردن یک اعتراض انسانی بودش میگه اونا از کجا اومده بودن اونا انسان ها مردم همین سرزمین بودن بهترین جوان های این مردم بهترین جوان های این کشور رفتن با خاطر دفاع از مرزهای ملی ایران در برابر تجاوز خارجی شهید شدن ولی از اون ور بچه هایی که فرمانده که میدیدن که اینا بی برنامه و به تعبیر آیتون منتظری خرکی و به طور انبوه اینا رو به کشتن میدن برای فتح و اینا خب ناراحت میشدن و این تو همه جا بود یعنی کاملا به زندگی مردم واسه حالا حالا ممکنه که واسه سوالم یه طور دیگه مطرح میکنم و ممکنه که شما در اون زمان مثلا فرض کنید که اونطور که بعد از این خارج شدنتون از سپاه نشون دادید و انتقادهای جدی به نظام جمهوری اسلامی داشتید و خواهان آزادی و دموکراسی بودید ولی این رو نمیشه از در نظرات بسیاری از اون کسانی که در اون جلسات معترض بودند دید بلکه برعکس اونها هم خیلی سریع و روشن تو همون جلسه پنجه صحبت میکنن که ما بر حال دشمنان اسلام رو نابود میکنیم و فلان میکنیم و پشما میکنیم یعنی در واقع هیچ کدوم اینا دغدغه وضع آزادی و دموکراسی و نمیدونم از این مسائلی که مثلا بعدها شما خیلی به وضوح روشن کردید اینا نداشتن یعنی در واقع اگر این جناح هم به قدرت میرسید چیزی تغییر نمیکرد ببینید دو تا که بگم اولا اونجا این بچه ها هیچ کنونش تو سرکوبی نبودن هیچگاه اینا بحثشون جبهه جنگ بود و فرماندهان بودن که تو رفته بودن بچه های جبهه بودن تو جبهه داشتن میجنگیدن. این نکته اول دوم من بله خب سر سازمان مجاهدین خلق اجماع وجود داشت یعنی خب بنده که موافق سازمان مجاهدین خلق نبودم که یا دیگران یعنی کسی نمیتونه بگه که مثلا چون این بچه ها مخالف سازمان مجاهدین خلق بودن پس این بچه چه. اما تو سپاه سر خیلی مسایل اختلاف نظر بود یعنی موقعی که آقای منتظری شکنجه رو محکوم میکرد به تبع ایشون بسیاری از افراد با این روش مخالفت میکرد تو همون جلسه سپاه تهران کوچک محسنی میگه حفاظت صبح تا شب دنبال ما هست ماها رو میگیره تحت نظر داره اون سازمان مجاهدین خلق نفوذ کرده تمام عملیاتها رو میبره لو میده میده به عراق همین سرکوب ها همین کار همین سپاه تو ایران الان داره میکنه دیگه شما ببینید همش دنبال این اصلاح طلب و نیروهای رقبا هستن همش این فعالین زن و اینا رو میگیرن تو زندان میکنن سرکوب میکنن بعد اون بر میبینید اسرائیل میاد همه چیزاشونو رو برمیداره میره یعنی ای ای محسن منصور کوچک محسنی داشت تو به محسن رضایی همینو میگو میگو واقعا کار شما دشمن اصلی اون کسی که میاد امنیت کشور رو به خطر میندازه شما یبم میکنید به افراد دیگه عوضی میگیرید و از اول این بود چون یه جنگ قدرتی اینا به چشم جنگ قدرت نگاه میکردن برای فتح کشور سوال من اینه آقای گنجی که اگر که این جنگ قدرت به نفع جناه شماها تموم میشد شما آیا آیا چیزی تغییر میکرد یعنی آیا نظام حکومتی ایران شما حتی بسیاری و حتی معتقدن که آقای منتظری هم خیلی خوششانس شانس بود که از دایره قدرت کنار گذاشته شد به دلیل اینکه اگر هم ولی فقیه میشد چه بسا همون ملزومات ولایت فقیه رو اجرا میکرد و همون میشد که الان هست ببینید اولین نکته این آقای که در مورد چیزی که اتفاق نیفتاده هیچ کس نمیتونه نظر بده ماها هیچ کدوممون نمیتونیم به طور قط بگیم اگه فلانی میومد سر کار چی میشدش این نکته اول نکته دوم اینه که در خود جمهوری اسلامی در دوران آقای خامنه ای چهار تا تالار رئیس جمهور اومده احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی و خاتمی و حسن روحانی خب شما میتونید این چهار نفر رو با هم دیگه مقایسه بکنید دورهای اینا متفاوت بوده یعنی خاتمی انصافا ببین من خودم کسیم که در این حرف رو میزنم در زمان آقای خاتمی دو بار رفتم زندان یعنی هم به محض که ایشون انتخاب شد ریاست جمهوری من بازداشت شدم در آذر ماهش و بعدمون زندان 6 سالم ولی بهترین دوران جمهوری اسلامی همین دوره ای بودی که خاتمه رئیس جمهور بوده خب سعی خودشو کرد ولی محدودیت های ساختاری جمهوری اسلامی اجازه نمیده خب میشه یه نمونه ای گفتش مثلا همین دوران خاتمی دوره مطرومی نیست در چارچوب جمهوری اسلامی این هم نکته دوم نکته سوم آیت الله منتظری یه شخصت استثنایی در تاریخ ایرانه آیت الله منتظری قائم مقام رهبری بود و آقای خمینی من اینو قبلا تو اون کتاب بودن امید خمینی مفصل نوشتم بارها تو دیدار خصوصی میگفت تو سکوت کن سب کن چند ما چیز کن من میمیرم خودت شدی رهبر هر جور دوست داری عمل کن آقای منتظری میتونه سکوت بکنه میتونه مثل دیگران سازش بکنه همراهی بکنه و از برکنار نشه اطلاع هم داشت که آقای خمینی سرطان داره و میمیره ولی این کارو نکرد از قدرت در قدرت بود و از قدرت گذشت همه جا در مقابل این کودتای خزنده در مقابل قدرت طلبی سپاه در مقابل اعدام اکی اومد دفاع کرد سازمان مجاهدین خلق انفجار حزب جمهوری کرده بود محمد منتظری پسر آیت الله منتظری بودش که تو اون ماجرا شهید شده بود آقای منتظری از اعدام اینا وایساد و میگفت نمیتونید اینا رو اعدام بکنید خب اون جلسه نوارش من... یکی از نواره که منتشر شده آها بسیار خب برگردیم به وضعیت سپاهیان شما فکر میکنید که استراتژی اون به قول شما جناه راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در سپاه بودن واقعا به نتیجه مطلوبشون رسیده؟ ببینید اینا جنگ یک ابزاری شد براشون چون خود جنگ به اینا قدرت زیادی داد چون کل اخت... اه... منابع و امکانات کشور در اختیار جنگ قرار گرفت لذا اینا تو همه جا نفوذ کردن مثلا موقعی که همون ماجره مکفالین پیش اومد خود محسن رزایی میگه میگه من وسطش یه دفعه هم اینا دارم مذاکره میکنن و رفتم سری وارد شدم و نفر خودمونو گذاشتم و خودم کنترل کاری گرفتم در دست میدونید خب ماجره مکوارلین محسن رزایی اینا رو خودش داره میگه این عباراتش هم اگه خواستید چون میگه وقت نیست دیگه نمیگم براتون میتونم بخونم خب اینا ببینید خود اینا یه طرف آقای خامنه ای رو اگه شما نگاه کنید که معتلف اینا بود و جناه راست بود از همون روز اول انقلاب آقای خامنه ای شدش معاون امور انقلاب در وزارت دفاع از تیرمای پنجاهش بعد شدش عضویت در کمیسیون وزرای امنیتی که سرپرستی و مسئولیت کلیه امور انتظامی نظامی امنیتی از جمله بحرانهای کردستان و خوزستان و اینا رو داشتن از تیم های 58 سرپرستی سپاه از 3 آذر 58 نماینده امام در شورای عالی دفاع از 10 59 عضو رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس اول تا شد رئیس جمهور یعنی از همون روز اول شما آقای خامنه‌ای علاقهش به امور نظامی بودش روزی هم که جنگ تموم میشه دستور تشکیل قرارگاه خاتم الانبیا میده یک صحبتی ایشون کرده تو اون صحبتاش میگه همه چیز باید برای نظامیا باشه همه چیز همه چیز میگه باید برای نظامیا باشه همه منابع کشور میگه باید در اختیار اینا قرار رو بگیره من اگه خواستید میگه که این عبارتش اینه در درجه اول همه امکانات کشور متعلق به نیروهای نظامی است و من نمیتوانم قبول بکنم که کسی آنجا بنشیند و بدون هیچ گونه احساس مسئولیتی دهانش را باز کند و راجع به هر یک از این دو سازمان سپاه و ارتش چیزی بگوید و تو همین صحبتاش میگفتش که سپاه شده مرکز تربیت نیرو برای کل نظام همین آخرین سخنرانی هم که ایشون داشتم با فرماندهان سپاه اینو گفت که سپاه در این چهل سال تمام نیرو تربیت کرد و به کشور اعزام کرد خب اینا استراتژی این بود یعنی آقای نظامی آقای خامنه ای چف شد با این محسن رضا اینا چف شد با جامعه مدرسین و با استراتژی اومدن جلو آقای منتظری رو که پرونده سازی کردن و ازلش کردن آقای منتظری بارها خودش استفاده داده بود نامه داده بود آقای منتظری میگه من بارها به امام نمیشتم آقا من نمیخوام قائم مقام رهبری باشم میگه نه اینا برنامهشون این بود که منو خراب کنم با خراب کردن کنار بزارن و وگرنه یعنی من خودم بارها استفاده داده بودم و اون بلا رو سر آقای منتظری آوردن و بعد آقای خامنی شد رهبر و قدرت اینها در دوره آقای خامنه بست گسترش پیدا کرد یعنی مصباح یزدی که با محمدی عراق اینا و اون افراد مؤسسه در راه حق که بعداً هم اومدن مؤسسه امام خمینی رو تشکیل دادن در زمان آقای خامنه ای و شما ببینید اینا تو کل نظام بس پیدا کردن جای مختلف گرفتن از یعنی تب... در واقع نتیجه داده پس استراتژی استراتژی که داشتن و به زمین شما آقای خامنه هم از همون اول بر حال در اعتلاف با این استراتژی سپایان هم بوده هماهنگ بود خم... همیشه چهره نظامی داشته آی خامنی ولی فقیه که یعنی خودش هم میگم من مثل ولی فقیه مثل امام نیستم ولی فقیه نشسته چون امام آی خومنی بیمار بود همیشه تو خونه بود جایی نمیرفت من ولی فقیه تو میدونم خب دیگه میره سراسر کشور صحبت گه حالا کرونا اومده این برنامه رو تعطیل کرده این ولی فقیه در میدان با سپا کاملا چف شد و با اون جنای راست چف شد کل جنای چپ رو حذف کردن از حکومت و این الان شما میبینید مثلا رئیس مجلس شده آقای قالیبا خب، فرماندهان سپا هستش ببینید چه تعداد نماینده مجلس داریم الان ریاست جمهوری هم اینا برنامه ای که بگیرن یعنی یکی از فرماندهان سپا که شیشتشون الان نامزد هستن میخوان اینجا بگیرن جاهای مختلف بریم این قدرت چقدر تونسته سیاست ایران و اقتصاد ایران رو در چنگ گیره البته من تعبیر دولت پادگانی رو قبول ندارم ایران الان حکومت نظامی که حکومت دست ارتش به یا یعنی دست سپاه باشه نیست به خاطر اینکه خود آخونده هم هستن ولی فقیه است مجلس خبرگان است شورای نگهبان است ولی اینا با هم دیگه چف شدن اون سلطان که اون بالا هست هم استقلال مالی داره هم استقلال قدرت نظامی داره که همین سپاه هستش براش کاراشو انجام میده سپاه یه نیروی نیست الان که فقط از مرزهای ملی در مقابل دشمنان دخالت میکنه بلکه در داخل با تشکیل سازمان اطلاعات سپاه که بازم اینم از کارهای آقای خامنه ای بود شما ببینید عمده ترین کار سرکوب و الان این دستگاه داره انجام میده شما فکر میکنید آقای گنجی نقش سپا در موضوع جانشینی چی میتونه باشه؟ ببینید این بستگی به خیلی از تحولات داره یعنی اولا خب یه سری نامزدهای جانشینی آقای خامنه ای الان هستن مثلا یه سری افراد مطرح هستن اه با بعضی ها مثلا همین شما یادتون دیگه موقع که آقای خامنه ای آقای رئیسی رو کردش ابراهیم رئیسی رو کردش تولیت آستان قدس تمام فرماندهان سپاه به صورت ویژه رفتن ملاقات ایشون رو رو انداختن و, و, این یه پیامی داشت به جامعه میدادش در این مورد دیگه اما الان یه اتفاق دیگه ای هم هستش و اون اینه که گفته می شود که الان مشتبه خامنه ای داره کارآموزی دوره اکابری و کارآموزی رهبری رو میکنه یه فرقی بین مشتبه خامنه ای و احمد خمینی هست و اون فرق اینه که احمد خمینی کاراش علنی بود یعنی آقای خمینی به دلیل بیماری که داشت اومده بود یک هیئتی درست کرده بود سران قوا که آقای مهندس موسوی بود و موسوی اردبیلی بود و هاشمی بود و خامنه ای بود به اضافه احمد خمینی از طرف خودش رسما علنی تو اون جلسات میرفتن تصمیم گیری ها رو میکردن و احمد نتایج تصمیم ها رو به آقای خمینی میرسون و اون تایید میکرد و همه جا احمد نقشش علنی بود تو همه جاهایی که بود علنی بود و اونم برای خودش آرزوهایی داشت که محقق نشد اما مشت با خامنی پشت پرده است یعنی اینطور نیست که شما جایی ببینید مثل اون مثلا شورای باشه مثلا آقای خامنی الان درست کرده سران سه مثلا مشتبه بره اونجا شرکت کنه نه میگن که خیلی از کارا تفیز به ایشون شده و ایشون تو بیت رهبری غیر علنی این کارا رو انجام میده و داره دوره کارآموزی رهبری میبینه خب البته اشکالاتی هست چون قانون اساسی به سراحت گفته که ولی فقیه باید مدیر و مدبر باشه که خب مثلا خود آقای ای دوره مدیریت ریاست جمهوری داشت الان مثلا آقای ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس بده الان شده رئیس قوه قضاییه اینا کارهای مدیریتی یا رئیس جمهور مثلا ایشون علنا در جای مدیریتی نشه یکی دیگه مسئله اجتهاده که الان مدت هاست هی شروع کردن اون آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر ایشون و یه دی دیگه میگن ایشون مشتهد چندین مرجع تقلید اجتهاد آقای مشتبه رو تایید کرده و ایشون درس خارج فقه داره میده و اونیش هم حل هم کرد. یعنی میخوام یه احتمال هم اینه ولی, ولی نقش سپاه منظورم بود چی هست یعنی شما سپاه پشت سر... الان آقای مشتبه خامنه ای این بخش های سرکوب تون روی من روی کارهایی که میشه که عمدتا اون سازمان اطلاعات سپاه تائب و اینا وصل به ایشون هستن با ایشون دارن کاراشو میکنن خب این یک امتیازی برای این میشه همونطور که اون هماهنگی و چفتی که محسن رضایی اینا فرماندهی ای سپا با آقای خامنه ای شدن اون به سود آقای خامنه ای شد یعنی کاملا آقای خامنه ای استراتژیک فکر کرده بود که با اینا هماهنگ شده بود اون به سود آقای خامنه ای تمام شد اینجا هم این میتونه به سود مشتبه خامنه ای ابراهیم رئیسی یا کسی تموم بشه کمون که اینا اگه با کسی بد باشن خب اون طرف میره به هاشیه پرونده میسازن پرونده هم خودشون میسازن دیگه همین سازمان اطلاعات سپاه برای همه پرونده میسازن پرونده همه هم, هم داره بسیار خب آقای گنجی آره ما وقتی تموم شده فقط من یک سوالی اگر لس کنی یک جواب مختصری به من بدید و اون که وضعیت فعلی کشور بسیار بده بسیار بحرانیه و به قول یکی از جامعه شناسان دوچار ابر بحران جامعه ایران و از اقتصاد خرابه و از اشتغال همینطور و همین مردم فقیرند و نارضایی در کشور فوق العاده زیاده و یه طورا اینگار همه منتظر یک شورش اجتماعی هستند شما فکر میکنین در چنین شرایطی ممکنه سپا احیانا از فرصت استفاده بکنه و خودش رو به عنوان یک نجات دهنده وارد عمل بکنه؟ ببینید اولا وضع خرابه به این معنا نیستش که حتما انقلاب میشه یا شورش میشه وضع میتونه روز به روز از اینه که هست صد برابر بدتر بشه و هیچ انقلابی نشه هیچ چیزی هم نشه این نکته اول نکته دوم این که سپاه خب علنا قدرتشو بس داده مجلس که الان اینجوری کنترل کردن الان ریاست جمهوری هم بگیرن ببینید موقع که شما به یه فنر فشار میاری اونم خودشو جمع میکنه دیگه این رژیم اگر بخواد مذاکره نکنه و توافق نکنه و این سیاست ایستادگی بکنه مجبور خودش هی جمع بکنه و یک پارچه و یک پارچه و یک پارچه تر بکنه و هر چی میتونه کسانی که غیر خودی ترن رو حذف بکنه خب با این انتخابات این کارو خواهند کرد یه سری زیادی رو که حکومت رو یک پارچه بکنه یعنی انتخابات ریاست جمهوری که در پیشه و از سپاه بازم قدرتش بیشتر خواهد شد یعنی هر چقدر که ایران تحت تحریم و فشار خارجی بیشتری باشه به لحاظ داخلی اگر بخواد استادی کنه بمونه مجبور خودش رو بیشتر بیشتر ببنده و یه مدلی شبیه کره شمالی یعنی اینطور نیست که لزوما سقوط بکنه شما الان کره شمالی رو ببینید هفتاد و خورده ای سال تحت تحریم کامله تحت فشار کامله روز به روز خودشو بسته و اینا یا حتی دوره سبت موسیم نگاه بکنید که شدیدترین تحریم ها رو کردن و 500 هزار کودک هم کشته شد یعنی لزومن لزومن یا قطعا نمیشه گفتش که تحریم ها و فشار خارجی و وضعیت بد میتونه چیز کنه اتفاقا هرچی وضعیت اقتصادی خرابتر میشه فاعلیت مردم ازشون گرفته میشه وقتی وضع اقتصادی خوبه و شکوفا هستش افراد فرصت فعالیت دارن فرصت عمل کنش سیاسی دارن این کنش سیاسی رو ازشون میگیره و همین فضا بیشتر به نفع سپا تموم میشه تحریم ها بیشتر به نفع سپا تموم میشه یعنی به عبارت دیگه سپاه احتیاجی نداره که مستقیما و علنا وارد عمل بشه شرایط رو براش فراهم هم هست الان همه پروژه ها رو داره میگیره دیگه شما ببینید الان به طور طبیعی میگن تحریمیم هیچ کمپانی خارجی شرکت خارجی نمیتونه بکنه همه پروژه ها رو بدید سپا انجام میده و همه هم دارن میگیرن خیلی متشکرم آقای اکبر ایرانجی از شرکتون در برنامه به بار دیگر ممنون شما